سونی های تندروی طالبان در افغانستان به اقدامات خشونت آمیز خود ادامه می دهند. آنها با انواع اقدامات تروریستی نشان دادند که تمایلی به صلح و یا حتی حل و مسائل مسالمت آمیز مسائل سیاسی این کشور ندارند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. های تندروی های روی طالبان در آخرین اقدام خشونت آمیز خود در ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی ارقستان در قندهار اقدام به بوم گذاری کردند. عناصر طالبان پس از دو انفجار به این پاسگاه یورش برده و با نیروهای پلیس به طور مسلحانه درگیر شدند. در اقدام خشونت آمیز دیگری عبدالمحمد سروری فرمانده پلیس ولسوالی سنگین ولایت هلمند به همراه محافظانش در منطقه شندک از ولسوالی نهر سراج هدف حمله سنی های تون روی طالبان قرار گرفتند. در این حمله سروری جان خود را از دست داده و تعدادی نیز مجروح شدند. سنی های تندرو طالبان مناطق مختلفی از ولایت هلمند را در اختیار داشته و در گنده هار نیز حضور چشمگیری دارند. حملات عناصر طالبان در حالی تشدید شده است که نشست های صلح افغانستان در دوهه و مسکو تأثیری در روند اقدامات این گروه تروریستی نداشته است. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز در نشستی با خبرنگاران در کابل این موضوع را تایید کرده و گفته طالبان در یک سال گذشته نشان داد که این گروه برای صلح آمادگی ندارد بلکه به دنبال جنگ است به افسود آنها حملات خود را تشدید کرده و از فرصت تامین صلح برای ادامه جنگ استفاده می کنند مشاور امنیت ملی افغانستان با تاکید بر اینکه طالبان تعهدی برای منافع افغانستان ندارد گفت که طرف جمهوریت خواستار صلح واقعی و پایان یافتن جنگ است و اگر طالبان واقعا صلح میخواهد با قطع خشونت ها مذاکره واقعی انجام دهد او با اشاره به تیم مذاکره طالبان تاکید کرد که آنها حتی صلاحیت تصمیم گیری را ندارند و لازم است افراد با صلاحیت این گروه وارد مذاکره شوند.